درودی دیگر به شما هم میهنان عزیز دومین حمله هوایی اسرائیل به نیروهای سپاه در سوریه طی کمتر از یک هفته این خبر اولین بخش از اخبار این ساعت را به خود اختصاص میدهد در ادامه اخبار این ساعت گزارشی داریم از شکنجه عکاس ایرانی در کنسولگری افغانستان در مشهد و در انتها میپردازیم به اعتراف خامنه ای برای دست داشتن در حمله هفته اکتبر تا انتها با ما همراه باشید دوستان عزیز تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدند. اگه محتوای ما رو میپسندید لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید دومین حمله هوایی اسرائیل به سوریه طی کمتر از یک هفته چندین کشته بر جای گذاشت. رسانه‌های دولتی سوریه به نقل از منابع نظامی گزارش دادند حملات هوایی اسرائیل به مناطقی در نزدیکی شهر حلب چندین کشته بر جای گذاشت رخدادی که دومین حمله از این نوع به سوریه طی کمتر از یک هفته محسوب می شود که منجر به تلفات انسانی و خسارات مادی شد رسانه های سوریه جزئیات بیشتری درباره این رخداد ارائه نکردند و مشخص نیست دقیقاً چه نقاطی در نزدیکی حلب هدف حملات هوایی منصوب به اسرائیل قرار گرفته است اما گروه اپوزیسیون ناظر حقوق بشر در سوریه میگوید این حملات به نقاطی در شهرک حیان واقع در شمال حلب انجام شده و در نتیجه آن دوازده نفر از شبه نظامیان هواداران ایران کشته شدند. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه در بریتانیا مستقر است اما به گفته ی خبرگزاری فرانسه این گروه با شبکه گسترده ای از منابع خبری در داخل خاک سوریه در ارتباط است. گزارش این گروه میگوید حملات اسرائیل منجر به انفجارهای مهیبی در یک کارخانه شده و گروههای امدادی و آتش ها برای نجات مجروحان و مهار آتش به محل حادثه اعزام شدند. دولت سوریه روز چهارشنبه گذشته اعلام کرده بود اسرائیل با حمله به مناطق مرکزی این کشور و همچنین شهر ساحلی بانیاس یک کودک را کشت و دهها نفر را زخمی کرد. اسرائیل از زمان جنگ داخلی سوریه تا کنون صدها بار نقاط مختلف خاک این کشور را هدف حملات هوایی خود قرار داده و هدف از این حملات را نیز رفع تهدیدات ایران عنوان کرده است. ماجرای کنسولگری افغانستان در مشهد دیپلمات طالبان عکاس ایرانی را شکنجه کرد در ادامه کشمکش طالبان و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر سر چگونگی اداره کنسولگری افغانستان در مشهد روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی هشدار داد امتیازدهی به طالبان سبب شده است این گروه در خاک ایران گردن کشی کند این روزنامه نوشت که محمد اسماعیل سلیم دیپلمات پیشین طالبان در مشهد هم پیش یک عکاس ایرانی را شکنجه کرده است نام این عکاس ایرانی ذکر نشده و درباره دلیل این اقدام دیپلمات طالبان هم توضیحی نیامده اما روزنامه جمهوری اسلامی در این مطلب عامل چنین اقدامهایی را امتیازدهی جمهوری اسلامی به رژیم طالبان دانسته که به اعضای این گروه جسارت داده است در خاک ایران رفتارهایی از این دست انجام دهند کنسولگری افغانستان در مشهد را هنوز گروهی از دیپلمات‌های دولت پیشین افغانستان زیر نظر عبدالجابر انصار اداره می‌کنند اما اوایل خرداد ماه هیئتی از طرف طالبان با نامه‌ای به امضای مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به ساختمان این کنسولگری رفتند و از عبدالجابر انصار و دیگر دیپلمات‌های کنسولگری خواستند مسئولیت اداره کنسولگری را به آنان واگذار کنند. مقاومت عبدالجابر انصار و دیپلماتهای دولت پیشین افغانستان باعث مداخله وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی شد و ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در بیانیه اعلام کرد هر گونه تغییر و تحول در کادر کنسولی باید بر اساس کنوانسیون 1963 وین و طبق موازین بین‌المللی مرسوم انجام شود. کنسولگری افغانستان در مشهد هم در اطلاعی این اقدام طالبان را غیرهرفی، خلاف قانون و فاقد اعتبار دانست و اعلام کرد کنسولگری افغانستان در مشهد با اراده قوی، استقلال و مسئولیت بر اساس عرف و قواعد بین و با رایت قوانین کشور میزبان به فعالیتش ادامه می دهد. با این حال روزنامه جمهوری اسلامی اقدام طالبان را مصداق بی حرمتی به کشور دانست و نوشت این گروه بدون توجه به موازین حاکم بر امور دیپلماتیک برای تصاحب کنسولگری افغانستان در مشهد اقدام کردند که این نوع رفتارها نتیجه امتیازدهی های یک طرفه جمهوری اسلامی به رژیم طالبان است. بر اساس گزارش های منتشر شده وزارت خارجه طالبان نصیر احمد حقانی را به عنوان سرکنسول این گروه در مشهد معرفی کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی نوشت نصیر احمد حقانی عضو شبکه حقانی است و به اداره واحدهای انتحاری و راهندازی حملات مرگبار و پرتلفات در شهرهای مختلف افغانستان معروف است. این روزنامه همچنین افزود فرد مورد نظر طالبان برای اداره کنسولگری افغانستان در مشهد عضو شبکه حقانی است و محمد اسماعیل سلیم که چندی پیش یک عکاس ایرانی را به داخل کنسولگری کشاند و شکنجه کرد نیز عضو شبکه ی حقانی بود بر اساس اطلاعات این روزنامه این دیپلمات طالبان در زمینه جاسوسی و تحریک احساسات مذهبی به منظور سربازگیری در داخل خاک ایران نیز سابقه دارد روزنامه جمهوری اسلامی میافزاید سلیم دیپلمات طالبان پس از شکایت عکاس ایرانی از خاک ایران اخراج شد و وزارت خارجه طالبان شخص دیگری را به جای او اعزام کرد بر اساس این گزارش سلیم و دو دیپلمات دیگر طالبان اواخر بهمن ماه به تلاش برای ربودن قاری عیسی محمدی عضو جبهه مقاومت ملی افغانستان در مشهد متهم شدند ایزا محمدی ساکن آلمان در بهمن ماه به مشهد سفر کرد اما هنگام بازگشت در فرودگاه مشهد به او گفته شد که ممنول خروج است لحظاتی بعد های طالبان با خودرویی که پلاک سیاسی داشت وارد فرودگاه مشهد شدند و تلاش کردند او را با این خودرو به مکان دیگری منتقل کنند اما حضور اعضای جبهه مقاومت ملی در فرودگاه مشهد باعث شد عیسی محمدی بتواند از چنگ های طالبان فرار کند محمدی پس از خروج از ایران به ایندیپندنت فارسی گفت طالبان سعی داشتند او را در مشهد بازداشت کنند و به افغانستان ببرند روزنامه جمهوری اسلامی اقدام طالبان برای تصرف کنسولگری افغانستان در مشهد را سبب دار شدن اقتدار جمهوری اسلامی دانست و گفت در صورتی که با گردنکشی طالبان برخورد نشود بی تردید تابوی اقدام های مشابه شکسته خواهد شد کنسولگری افغانستان در مشهد به دلیل اینکه در نزدیکی مرز با افغانستان قرار دارد یکی از کلیدی ترین کنسولگری های افغانستان در کشورهای منطقه است و بابت ارائه خدمات اداری و کنسولی به مهاجران و در درآمد هنگفتی دارد. خامنه ای در سال مرگ خمینی با تعریف و تمجید سریح از عملیات تروریستی 7 اکتبر علیه اسرائیل آن را معجزه و نیاز منطقه دانست. رهبر جمهوری اسلامی در مراسم سال مرگ روح الله خمینی که در مقبره او در جنوب تهران برگزار شد، به تعریف و تمجید بی سابقه از عملیات تروریستی 7 اکتبر حماس علیه اسرائیل موسوم به طوفان الاقصا پرداخت. علی خامنه ای با بیان اینکه مسئله فلسطین امروز مسئله اول دنیاست، عملیات تروریستی 7 اکتبر را حمله عظیم مردمی خواند و گفت باعث شد به مسئله اول دنیا تبدیل شود. وی بدون اشاره به کشته شدن صدها شهروند غیرنظامی اسرائیل در حمله مرگبار حماس با تاکید بر اینکه عملیات طوفان یک ضربه تعیین کننده به رژیم صهیونیستی بود پاسخ اسرائیل به آن حمله را وحشیانه و واکنش عصبی خواند و گفت حمله طوفان الاقصا نقشه های دشمن را برباد داد و درست در وقت خود اتفاق افتاد خامنه این عملیات تروریستی را نیاز منطقه و معجزه توصیف کرد و افزود این حمله علیه یک نقشه جامعه وسیع بود که قدرت دنیا و بعضی دولت منطقه در حال اجرای آن بودند تا با برقراری ارتباط با اسرائیل مناسبات و معادلات منطقه تغییر پیدا کند. بخش دوم سخنرانی خامنه ای در تمجید از سید ابراهیم رئیسی معروف به قاضی مرگ و قصاب تهران بود که سی اردی بهشت در سانحه مشکوک سقوط هلیکوپتر به همراه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی و شماری دیگر از مقامات کشته شد وی عنوان کرد بعد از فقدان این عزیز یعنی رئیسی دیدم تقریبا همه روزنامه ها و مطبوعات با در فضای مجازی و اشخاص گوناگون از جریان های مختلف از او حرف میزنند و تمجید می کنند. دلم برای رئیسی سوخت در زمان حیات او آنها حاضر نبودند یک کلام از این حرف‌ها را بزنند وی با اشاره به اینکه یک واکنش به مصیبت این است که انسان ایستادگی کند و از مصیبت یک فرصت بسازد موضوع انتخابات نمایشی را نیز پیش کشید که به دلیل کشته شدن ابراهیم رئیسی به طور زود هنگام قرار است هشتم تیرماه ماه 1403 برگزار شود وی به نامزدهای این انتخابات و جریانهای حامی آنها هشدار داد بدگویی تهمت و لجن پراکنی کمکی به پیشرفت کار نمی کند بلکه به آبروی ملی لطمه میزند رهبر جمهوری اسلامی افزود انتخابات صحنه رقابت برای خدمت است صحنه کشاکش برای به دست آوردن قدرت نیست او همچنین گفت برادرانی که وارد میدان رقابت انتخاباتی میشوند به وظیفهشان عمل کنند خدا هم دلهای مردم را به سوی بهترین گزینه هدایت خواهد کرد و یک رئیس جمهور شایسته برای ملت ایران تعیین خواهد شد منابع غیررسمی گزارش دادند اطراف محل سخنرانی علی خامنهای جو امنیتی شدید برقرار بود و ده ها نفر از نیروهای امنیتی از سپاه پاسداران، یگان ویژه نیروی انتظامی و لباس شخصی ها اطراف مقبره خمینی و در طول مسیر منتهی به آن مستقر شده و شمار زیادی افغانستانی نیز برای حضور در این مراسم سازماندهی شده بودند. به پایان این برنامه رسیدیم. سپاس بیکران از همراهی شما یاران و هممیهنان. فراموش نکنید همراهی شما با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن و آگاهی رسانی هرچه بیشتر به سایر هممیهنانمان بسیار موثر است. تا بخش بعدی خبر شما را به ایزده یکتا میسپاریم حق نگهدارتان و بدرود